سلام عزیزان، به بازار کشاورزی خوش آمدید. امروز میخوایم در خصوص گندم با شما صحبت کنیم. گندم میدونید که یک محصول استراتژیک و از خانواده غلات هست و قوت غالب مردم جهان حساب میشه. منبع کربوهیدرات، همونجوری که میدونید گندم یک محصولی هستش که از خانواده های تکلپه گلدار، گیاه یک ساله و از تیره گندمیان و از خانواده گرامینه ها هستش. گندم 7 تا 18 درصد پروتئین، 60 تا 70 درصد نشاسته، 2.5 درصد فیبر، 2 درصد چربی و باقی رطوبت و مواد کانی است. ارقام گندم در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط آب و هوایی متفاوتی که داریم متفاوته. مثلا ما در همین استان قزوین که الان در خدمت کشاورزای عزیز بودیم، از ارقامی مثل پیشتاز، پیشگام، سیروان، مهدوی و پارسی استفاده میکنن و تو بین این ارقام چندین ساله به دلیل کمبود منابع آبی رقمی که مقاوم به کم آبی و خشکی هستش از رقم سیروان استفاده میشه. اولین مرحله آماده سازی مرحله شخ زدن هستش که ما با استفاده از گاواهان برگرداندار میایم تا عمق 18 سانتی متر شخ میزنیم و به این ترتیب زمین رو آماده میکنیم برای مرحله بعدی. ما تو این مرحله بعد از شخ زدن از ابزاری به نام دیسک استفاده میکنیم. همجوری که مشاهده میکنید ما با دیسک زدن باعث میشیم که خاک زیر رو بشه و بافت خاک نرم بشه و عملا خیلی از علفهای هرز از بین برن. خب ما در مرحله بعدی به منظور تصحیح خاک از یک ماشینالات دیگه‌ای، یک ابزار دیگه‌ای تحت عنوان لیور استفاده می‌کنیم به منظور هموار کردن زمین و بدون مشکل استفاده شدن وسایل آبیاریمون و سایر ابزارهایی که می‌خوایم استفاده کنیم. در مرحله بعدی مرحله کرتبندی یا مرزبندی هستش. دستگاهی به نام دستگاه مرزبندی داریم که شامل دو تا خیشه به صورت بشقابی به صورت مایل پشت هم قرار گرفتن. این دستگاه معمولا و این اصلا عملیات کرتبندی و مرزبندی زمینایی که میخواد به صورت غرقابی آبیاری بشه مورد استفاده قرار میگیره. ما توی این مرحله میخواییم از کودهای پایه استفاده کنیم، منابعی از فسفر، پتاسیم و نیتروژن. اما در قدیم ابزار کودپاشی متفاوت بود، اما این ماشینالاتی که شما مشاهده میکنید همزمان بذر و کود رو با همدیگه وارد زمین میکنه. خب استفاده از کودهای پایه که غالبا کودهای شیمیایی هستند در شرایط آب و هوایی و خاک ها و نوع خاک در مناطق مختلف کشور متفاوت هستند. اون چیزی که توصیه کارشناسی هستش این هستش که ما از کودهایی که با منابع فسفر مثل دی آمونیوم فسفات، سوپر فسفات و یا کودهای پتاسه یا کود ازوت نیتروژن استفاده کنیم. اما در این زمین به دلیلی که منابع نیتروژن و پتاس لازمه داره فقط کشاورز اومده 4 کیسه، یعنی به میزان 200 کیلو در هکتار کود دیامونیوم فسفات استفاده کرده و سالهای گذشته این کار انجام داده و بسیارم راضی هستش از این عملکرد محصولش. اما اگه ما بخوایم به طور متوسط در نظر بگیریم در کشور بگیم به چه نسبتی کوتار استفاده کنن، میشه گفت که استفاده 3 تا 4 کیسه، یعنی به میزان 150 تا 200 کیلو کود فسفر بالا یا دی آمونیوم، اندازه 2-3 کیسه کود پتاس و کود نیتروژن هم میتونن 1-2 کیسه استفاده کنن
و اصل کود نیتروژن بعد از سبز شدن طی دو مرحله استفاده میشه و اینکه استفاده از برخ کودا مثل گوگرد 200 تا 500 کیلو در هکتار توصیه میشه. البته تو زمین هایی که میزان شوری خاک بالاتره معمولا تا 500 کیلو در هکتار هم استفاده میشه. خب این کشاورز الان ندونسته که در این زمینش از کود گوگرد استفاده کنه، ولی کود گوگرد خب یکی از کاربردهای دیگه که میتونه برای کشاورز داشته باشه به منظور قارچ کشی و ضد عفونی کردن استفاده میکنن. و همچنین در خصوص کود پوسیده دامی معمولا بعضی از کشاورزا استفاده میکنن. خب تو این زمین هم استفاده نشده از کود پوسیده دامی. دلیلش هم اینی هستش که خب درسته که کود پوسیده دامی کود خوبی هستش و به زمین قوت میده، اما این مشکلات ثانویه برای کشاورز ایجاد میکنه و تراکم علف هرز رو بالا میبره تو زمینش و کشاورز در فصل بهار زمانی که میخواد سمپاچی کنه مزرعش رو معمولا با طیف وسیع از علف های هرز روبرو میشه که ما در ویدیوهای بعدی در خصوص علف کش های گندم صحبت خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد که چه طیفی از علف های هرز در مزارع گندم وجود داره و چه مشکلاتی رو به وجود میاره. ما دو نوع گندم داریم، گندم بهاره و گندم پاییزه. گندم بهاره معمولا تو اوایل بهار کاشته میشه و جوانه میزنه و اوایل تابستون رشد و نمو میکنه و در پایان تابستون برداشت میشه. اینو گندم معمولا در مناطقی استفاده میشه که تحمل سرمای سخت زمستانو ندارن. نوع دیگه گندم، گندم پاییزه هستش که در مناطق نیمکره شمالی کشت میشه و زمانی که دمای خاک از 13 درجه سانتیگراد کمتره معمولا در پاییز کشت میشه، در اواخر مهر ماه و بهترین زمانش هم در آبان ماه هستش و معمولا توی زمستون جوانه های کوچکی داره و در بهار رشد و نمو میکنه و زمان برداشتش هم خرداد، تیر ماه یا نهایتا تو اوایل مرداد هست. اما گندم پاییز نسبت به گندم بهاره ریشه عمیق‌تر و طولانی‌تری داره و چون که زمان پروسه رشد و نمومش طولانی‌تره گندم با کیفیت‌تری نسبت به گندم بهاره. موضوع دیگه‌ای در بحث کشت گندم شرایط آب و هوایی هستش. خب معمولاً یک شرایط ایدئال برای کشت گندم اینه که در زمان کشت هوا خنک باشه، در زمان رشد و نمو هوا معتدل باشه و در زمان برداشت هم آب و هوا خشک باشه. این شرایط ایدئال برای کشت گندم. در خصوص خاک هم باید بگیم که خاکای شنی و خاکای روسی عمیق با زشکشی مناسب خاک ایدئالی برای کشت گندم هستش و این هم در نظر بگیم که گندم خشکی هوا و آب و نمیتونه خوب تحمل کنه، بنابراین تا امکانش هست باید از تنش آبی گیاهو دور کنیم. آخر ویدیو با ما همراه بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه.